سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. به نسبیت خاص اشاره کردیم. امروز میخوام دو تا نکته کوچولو اما مهم رو در مورد نسبیت خاص بگم. دوستان مطرح کردند که چرا در اون کلیپ من گفتم که شتاب نسبی هست. حالا واقعا نسبی هست یا نه؟ خب من گفتم که نیوتن شتاب رو نسبی میدونسته. آخه میدونید اون فقط زمان رو ثابت میدونست. اما بعدن انیشتن در نسبیت خاص گفت که نه، زمان ثابت نیست و سرعت نوره که ثابته. اون نسبیت خاص از اون جهت خاص هست که در حالت بدون شتاب بررسی شده، پس نظری در مورد شتاب نداده. اما حالا بالاخره شتاب نسبی هست یا نه؟ خیر، اگه شما با سرعت ثابت داری به سوی دیوار میری، انگار که دیوار داره با سرعت ثابت به سوی شما میاد، هیچ فرقی نمی کنه. اما اگه شما با شتاب داری به سوی دیوار میری، درسته که انگار دیوار داره با شتاب به سوی شما میاد، اما فرق میکنه. اگه در یک اتاق که در فضا باشید و همه چیز بدون حرکت باشه، خب شما نه حرکتی حس میکنید و نه شتابی. اما اگه اون اتاق که و هر آنچه که در اون هست با سرعتی ثابت در حال حرکت باشه چی؟ خب باز شما هیچ حرکتی رو احساس نمی کنید. یعنی درون اون اتاق که به هیچ طریقی نمیتونید پی ببرید که بالاخره دارید با سرعت ثابت حرکت میکنید یا کلن بدون حرکت هستید، چون سرعت نسبیه. اما حالا فرض کنید که اتاق که به سوی بالا با شتاب داره حرکت میکنه. دیگه اینطور نیست که شما هیچی احساس نکنید، بلکه اینرسی باعث میشه که شما و همه اجسام در مقابل حرکت مقاومت کنند و خلاصه شتاب داشتن اتاقک رو حس میکنید. اینرسی اون مقاومت اجسام در مقابل شتاب گرفتن هست. شما اون رو به صورت نیرویی که مدام به شما رو به پایین وارد میشه حس میکنید. اتفاقا گرانش هم نیرویی هست که مدام به شما وارد میشه. یعنی در اون اتاقکی که داره با شتاب رو به بالا میره، حس شما همون احساس وزن و گرانش هست. باز به هیچ طریقی نمیتونید تشخیص بدید که بالاخره با شتاب دارید بالا میرید یا اینکه زیر اتاقک یه جاذبه‌ای مثل زمین وجود داره. خب نتایج هر دوتا اینن یکیه. در واقع حرکت شتاب دار هم عرض گرانش هست و حتی انیشتن در تحلیل های خودش از این هم عرض بودن استفاده می کرد. یعنی گاهی به جای گرانش یک حرکت شتاب دار رو محاسبه می کرد و نتیجه اون رو برای گرانش می گذاشت. او اینجوری پی برد که نور تحت تأثیر گرانش قرار می گیره و زمان هم تحت تأثیر گرانش کش میاد. اما نکته دوم و مهمتر این که وقتی هواپیمایی با سرعت ثابت در حرکت هست، زمینیان حرکت خلبان رو کندتر میبینند، چون زمان برای خلبان کش اومده. اما خلبان زمینیان رو چطور میبینه؟ قاعدتا وقتی زمینیان حرکت خلبان رو کندتر میبینند، پس با این حساب خلبان باید حرکات زمینیان رو تندتر ببینه دیگه. در کلیپ نسبیت خاص هم من اینجور اشاره ای کرده بودم، اما این نکته برخلاف نظر نسبیت خاص هست. نسبیت خاص میگه از اونجا که حرکت نسبیه، نباید فرقی باشه بین این دو حالت که هواپیما داره با سرعت اونوری میره یا هواپیما ثابته و زمین داره با سرعت اینوری میاد. اون وقت اگه هواپیما رو ثابت فرض کنیم و زمین رو در حال حرکت، پس قاعدتاً حالا خلبان هم باید زمینیان رو کنتر ببینه دیگه، نه تونتر. یعنی زمینیان خلبان رو کنتر میبینند و خلبان هم زمینیان رو کنتر میبینه. اما من میگم خب نمیشه که. آقا جون، اصلا من میخوام مخالف نظر انیشتن حرف بزنم، اشکالی داره؟ نظر من اینه که وقتی آ کنتر از بی باشه، خب یعنی بی تنتر از آ هست دیگه، این بدیهیه.
نمیشه که آ کندتر از بی باشه و بی هم کندتر از آ باشه. ای بابا، اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که من دارم درست میگم. اما اون خلبان در حال حرکت متاسفانه نمیتونه تصویر درستی رو از زمینیان ببینه، یعنی او حرکت زمینیان رو به اشتباه کندتر میبینه. یعنی من باید به خاطر گفتن یک امر بدیهی و درست عذرخواهی کنم، چون خلبان تصویر درستی نمیبینه، او اشتباه میبینه، من باید عذرخواهی کنم. باشه، عذرخواهی میکنم و اصلاح میکنم. خلبان زمینیان رو کندتر میبینه، نه تندتر. البته همه این حرفا برای زمانیه که حرکت با سرعت ثابت باشه. گفتیم سرعت نسبیه، اما شتاب نسبی نیست. یعنی اگه هواپیما با حرکت شتاب دار داره حرکت میکنه، از زمینیان رو تندتر میبینه. حتما پارادوکس دوقلوها رو شنیدید. میگه اگه دو نفر دوقلو، قل اول با سفینه بره و بعد از مسافت طولانی برگرده و اون یکی قل دوم روی زمین بی حرکت باشه، قاعدتا باید اون قل اول که سفر کرده جوانتر بمونه. و از طرف دیگه چون حرکت نسبیه، انگار قل اول در سفینه ساکن بوده و دومی با زمین رفته سفر کرده و برگشته، پس باید قل دوم جوانتر بمونه. خب سرعت نسبیه دیگه، بالاخره کدوم جوانتر میمونند؟ این قصه شده پارادوکس دوقلوها. و جوابش اینه که در زمانی که قل اول داره با شتاب دور میشه و زمانی که داره با شتاب مسیر رو بر میگرده، در اون زمانها داره قل دوم رو که روی زمین هست تندتر میبینه و تنها زمانی که با سرعت ثابت حرکت میکنه قل دوم رو کندتر میبینه. بنابراین قل اول بعد از بازگشت جوانتر مونده. حالا بگذارید از این پارادوکس دوقلوها ما یک گام جلوتر بگذاریم و خودمون اون رو بدون شتاب در نظر بگیریم. فرض کنید سفینه با سرعتی ثابت داره میره، یه بچه در سفینه به دنیا میاد و همزمان یک بچه هم بر روی زمین به دنیا میاد. به فرض، خب اینجا هیچ شتابی نداریم، هر نوزاد رشد نوزاد دیگر رو کندتر میبینه و دیگری رو جوانتر میبینه. بالاخره کدوم جوانتره؟ میگیم اونی که حرکت نداره و روی زمین هست داره تصویر درست رو میبینه و اونی که واقعا در حرکت هست داره تصویر نادرستی رو میبینه. در واقع داره دنیای مجازی رو میبینه و در اون دنیای مجازی نوزاد روی زمین رو به اشتباه جوانتر میبینه. درست مثل کسی که داره با عینک به جهان نگاه میکنه، تصویر اشتباهی از جهان میبینه دیگه، همه چیز رو جلوتر یا عقبتر میبینه. اما دقت کنید، از اونجا که حرکت نسبیه، این که کدوم تصویر درسته و کدوم نادرست، کدوم دنیای مجازی محسوب میشه و کدوم دنیای واقعی، این هم نسبیه، بسته به این که نسبت به کدوم چارچوب ببینی. چی شد؟ بگذاریم. حالا اگه هواپیمایی با سرعت نور حرکت کنه، به فرض زمان براش متوقف هست، اون وقت خلبان شما رو بی حرکت میبینه. در واقع او تصویری نادرسته و تصویر ثابتی از شما رو میبینه. همینطور وقتی که میبینید جسمی داره در یک سیاهچاله سقوط میکنه، به علت جاذبه زیاد زمان براش کش میاد، یعنی از دید شما در زمین اون جسم دیگه از یه حدی جلوتر نمیره، در واقع داره میره ها، اما از دید شما هزاران سال طول میکشه که اندکی جلوتر بره. به این مرز سیاه چاله ها افق رویداد میگن. در واقع جسم از دید خودش سقوط کرده و نابود شده، اما از دید شما همچنان تصویر ثابتی از اون در افق رویداد دیده میشه. پس به این ترتیب وقتی شما یه جایی میبینید فضاپیما فریز شده، در واقع شما دارید تصویر اون فضاپیما رو میبینید، فضاپیما دیگه در اون نقطه نیست، تصویر در اونجا فریز شده و دید فضاپیما به درون سیاه چاله افتاده.
وقتی به افق رویداد نگاه می کنید، فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.